سلام، دستگاه انگشتر گشاد کن رو میزی. اگه دوست دارید درباره این دستگاه و طرز کارش بیشتر اطلاعات کسب کنید، تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام سنس، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. من مهدی علایی ام و امروز تو ویدیو میخوام درباره طرز کار دستگاه رینگ استرچر یا انگشتر گشاد کن رو میزی صحبت بکنیم. یه دستگاه خیلی ساده و در عین حال خیلی کاربردی از نظر من برای تعمیرات، البته که کارش افزایش سایز انگشتره به یه روش خیلی ساده تر و یه جورایی بهتر، چون توی روش های قدیمی که ما از چکش استفاده میکردیم یا از اضافه کردن تیک نقره استفاده میکردیم، توی بعضی هاش خیلی بصرفه تر و خیلی سریع تر عمل میکنه. حتی خیلی دستگاه جالبیه، استفاده خیلی راحته. سه تا سوراخ احتیاج دارین که روی میزتون یا رو اونجایی که میخواین کار بکنید داشته باشین تا با سه تا پیچ به میز وصل بشه و تعادل بهتری داشته باشه. بریم روی میز نصبش بکنیم و بتون طرز کارشون نشون بدم روی انگشتر. ببینید دوستان عزیز، من الان با سه تا پیچ MDF اینو به میزم وصل کردم که سوراخ اینجا ایجاد کرده بودم مخصوص همین دستگاه. دستگاه رو به میزتون متصل میکنید. کار کردن این دستگاه خیلی راحته. ببینید چند تا سری متفاوت اینجا داره. میتونید به سری کیمین و سری مثلثی اشاره کرد. بذارید من این دونه رو براتون در بیارم بتون نشون بدم. ببینید برای انگشترهای فانتزی مختم مثلثی داره، میتونید از این رینگ استفاده بکنید، از همین حلقه استفاده بکنید. به صورت مثلثیه برای بزرگ کردنش. تو همچین انگشتری ما نمیتونیم انگشتر چکش بزنیم و به اصطلاح اون سایزش افزایش بدیم، حتما باید بهش تیکه اضافه بکنیم. حالا این دستگاه این قابلیت رو ما داده که خودش این چیار مخصوص رو داره که انگشتر رو قرار میدیم جلوی این و اون رو بزرگش میکنیم. یا واسه کیمین که حلقه کیمین دارید یا حلقه ازدواج ها که نیم دایره هستن، تون از این سری استفاده کن. حالا چجوری میشه از دستگاه استفاده کرد؟ طریقه استفاده از دستگاه خیلی راحته. کافیه فقط این پین اینجا رو در بیارید و این چرخنده اینجا آزاد میشه. راه به راحتی اینو خارج میکنید. دقت بکنید اینجا یک پین روی این چرخنده وجود داره. این بعد با این سوراخی که اینجا وجود داره مچ بشه تا این حلقه روی این چرخنده دیگه حرکت نکنه. بفرض مثال ما اینجا یه انگشتر داریم. میخوایم انگشتر سایزش رو بزرگ بکنیم. اول میریم سایز این انگشتر چنده؟ ببینید سایز این انگشتر 58. خب الان سایز انگشتر میخوام بگم این انگشتر حالت تخت داره قسمت انتهاییش، پس ما از همین حلقه ساده استفاده میکنیم. برش میگردیم سر جاش، همین رد یکم پیچ این دسته رو میپیچونیم و انگشتر رو داخلش قرار میدیم یک جوری که توی بین ارتفاع قرار بگیره و این بالا بین این دوتا فک دستگاه قرار بده. اینو سفتش بکنید تا جایی که میتونید و به چپ و راست حرکتش بدید به این قسمت و برش گردید. اگه سنگتون اگه انگشترتون سنگ داشته باشه مواظب باشید که روی سنگ حرکت نکنید. هر از چنگایی که نیم دور رفتید یه ذره اینو دوباره سفتش بکنید. این انگشتر ماهی که حالا بیزی شده، ما باید با چند تا ضربه این رو گردش میکنیم. چند تا ضربه چکش پلاستیکی بهش میزنید. این ضربه باعث افزایش سایزش نمیشه، صرفا اون حالت گرد رو به خودش میگیره. خب تقریبا حالا کارش تمومه، تقریبا گرد شد. داریم سایزش چقدره؟ به سایز 62 رسیده، 61.5. الان سایز این انگشتر شد 61.5. سایزش چقدر بود؟ سایزش 58 بود. از 58 به 61.5 میست. یه نکته رو باید دربارش بگم که اگر سنگ انگشترتون سنگ نگین داشته باشه یا سنگ داشته باشه، باید دقت بکنید که وقتی میخواین دستگاهتون رو حرکت بدین، دستگاهتون از سنگش رد نشه یا به اون قسمتی که نگین داره وارد نشه که بخواد نگینش رو خورد بکنه. اینو نکته رو دقت بکنید و به راحتی میتونید با پرداخت رد فکای دستگاه رو از بین ببرید. خب دوستان عزیز، این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو و این آموزش لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید برای ویدیو لایک بزنید. لایک زدن شما واقعا باعث میشه که این ویدیو مقابل افراد بیشتری قرار بگیره. اگر دوست داشتید تو کانال من سابسکرایب بکنید. هر سوالی هم داشتید تو کامنت ها میتونید بپرسید، حتما بهتون جواب میدم. تو فکرشم که یه دوره طلاسازی ضبط بکنم با نقره. البته اگر به این مباحث علاقه دارید سابسکرایب بکنید که اون دوره از دستش ندید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.